سلام دوستان و همراهان گرامی کانال بروزترین در این ویدیو با مارچوبه آشنا خواهیم شد و قبل از دیدن این ویدیو از کانال بروزترین حتما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید خواص مارچوبه را می توان در علوم مختلف گیاهشناسی، دارویی، غذایی و طب سنتی مطالعه کرد چرا که همه این علوم به خواص اجاب مارچوبه پی برده و مردم را برای درمان بسیاری از بیماری ها یا برطرف سازی بسیاری از مشکلاتشان به مصرف آن ترغیب کردند. مارچوبه که بومی اروپا، آفریقای شمالی و غرب آسیاست و به رنگ های مارچوبه سفید، مارچوبه سبز و مارچوبه بنفش یافت می شود. مارچوبه در ایران بیشتر در خوی، تبریز، جلفای اصفهان، عراک، کرمانشا و مهارلو در شیراز کاشته می شود. آکنه و جوش صورت مارچوبه دارای ترکیباتی به نام نیاسین است که برای درمان آکنه و جوش صورت بسیار مفید می باشد. ضد آفتاب طبیعی گلوتاتیون موجود در مارچوبه خواص آنتی اکسیدانی قوی دارد و به عنوان یک ضد آفتاب طبیعی از آفتاب سوختگی جلوگیری می کند. درمان زخم مقادیر بالای ویتامین C موجود در مارچوبه برای درمان زخم‌های پوستی مفید می باشد. جوانسازی پوست صورت مطالعات انجام شده نشان داده که مس و ویتامین C موجود در مارچوبه برای کاهش چین و چروک پوست مفید بوده و به جوانسازی پوست صورت کمک می کند. زنان باردار مقادیر بالای فولات موجود در مارچوبه برای رشد جنین ضروری است. و از نقایث مادرزادی در دوران جنینی و خطر تولد نوزاد با وزن کم پیشگیری می کند. قاعدگی مارچوبه می تواند به طور موثر برای کاهش نفخ شکم قبل از قاعدگی استفاده شود. مواد مغذی ضروری موجود در سبزی مارچوبه برای درمان افسردگی و خستگی و کاهش درد در دوران پریود مفید می باشد. مردان مارچوبه به تنظیم هورمون تستوسترون در مردان کمک کرده و علاوه بر این با افزایش تعداد اسپرم و بهبود حرکت آنها برای درمان ناباروری و اختلالات جنسی در مردان مفید می باشد. لاغری و کاهش وزن مارچوبه یکی از سبزیجات کم کالری است که مقادیر بالای فیبر دارد و با کاهش اشتها و جلوگیری از پرخوری به لاغری و کاهش وزن کمک می کند. چشم مارچوبه منبع خوبی از ویتامین آ است که به بهبود بینایی کمک می کند و اسید آمینه گلاتاتیون موجود در آن خطر ابتلا به بیماری های آب مروارید و شبکوری را کاهش می دهد. طبیعت مارچوبه در طب سنتی گرم و خشک می باشد. نحوه مصرف مارچوبه مارچوبه را می توان به صورت مارچوبه خام برای تهیه انواع ترشی و سالاد مارچوبه و مارچوبه پخته برای تهیه سوپ مارچوبه استفاده کرد. نحوه پاک کردن و طرز پخت مارچوبه وقتی که مارچوبه تازه را خریداری کردید، ابتدا پایه های خشک را از ساقه اصلی جدا کنید. سپس مارچوبه ها را در آب سرد خوب بشویید و خشک کنید. اگر پوست بیرونی که کمی زخیم تر است را دوست ندارید، می توانید آن را بکنید. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد و از اینکه تا پایان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. لطفا کانال بروستری رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.